الله حمدا لله الله سبحان الله 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 الله حمدا لله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی، و امیدواریم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشد انشاءالله. بسیار مفتخریم که توفیق حاصل شد تا بر رسم سه‌شنبه‌ها در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده، و همراه شما هستیم و در کنار شما در محضر سرور معززمان حجت الاسلام و المسلمین نجای رسولی. از طرف خودم و به نیابت از شما عزیزان سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشید، درود خداوند بر شما انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی در هر کجایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستیم که در این ماه مبارک، در این ماه ضیافت الهی، توفیق تلاوت قرآن، عمل و دستورات قرآن و توفیق خدمت به فقرا و همه شما انشاءالله خداوند لطف و کرامت بفرماید، ما را از دعای خیرتان فراموش نکن. در خدمت انشاءالله. خیلی خوش آمدین استاد، انشاءالله که طاعت و عبادت شما هم قبول باشه انشاءالله، و ما بینندگان عزیزمان هم از دعای خیرتان فراموش نکنین و نکرده باشین. استاد، سوالات امشب بینندگان عزیزمان رایی کردن و انشاءالله که ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم. سوالات زیاد است و زمان برنامه هم یک کمی کمتر است. خب ببینیم به حال چه قسمت میشه. سوال اول بیننده محترمان به نمبر مثبت 9378 4 نمبر آخر 5610، ایشان سوال کردن که مادرشان سن سالشان زیاد است و پیر است و روزه گرفتن نمیتونه، آیا چیکار باید بکنن، تکلیفشان چیست؟ بسیار عالی. خب اصولا در ماه مبارک رمضان وقتی که حلول ماه میشه، خب قطعا یک سری کسا نمیتونن روزه بگیرن، یا به خاطر پیری یا به خاطر مشکلات یا به خاطر بیماری و چیزهای دیگه، و خدای تبارک و تعالی هم که میگه لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر او چیزی که سعی میکنه و تلاش میکنه. خب قطعا پیر زن و پیر مرد در این زمینه خب سعی و تلاششان به او اندازه نیست. حالا به صورت قاعده کلی ما خدمت شما و این بینندگان عزیز باید عرض کنیم، پیر زن و پیر مردی که در ماه مبارک رمضان دو حالت میتونه داشته باشه نسبت به روزه گرفتن. بله. اول که هیچ روزه گرفتن نمیتونه، یعنی پیر خودم در کمر خود بسته کنه و تعبیر مردم روزه گرفته نمیتونه. یک وقتی نه روزه میگیره، اما خیلی برایش روزه گرفتن چیه سخته، یعنی میتونه روزه بگیره، بندوم روزه گرفتن خیلی برایش مشکل است و مرغم که شما گفتید به تعب میفته، به سختی و مشکلات میفته. در فرض اول که گفتیم به هیچ عنوان روزه گرفته نمیتونه، هیچ چیزی برای واجب نیست، خود روزه هم واجب نیست، کفاره و فدیه و هیچ چیزی به گردن از این واجب نیست. چی زن باشه و چی مرد باشه. اما در فرض دوم که گفتیم روزه گرفته میتونه، اما خیلی برش روزه گرفتن چیه سخته. دیدین دیگه، ما دیدیم که بعضی خواه پیرمردا و پیرزناست روزه میگیرن هم آواز دانش میره، سرزوری میکنن، سرزوری میکنن روزه میگیرن، تا خیلی برش چیه سخته. در این فرض هم حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمان که روزه گرفتن برای شخص واجب نیست. منتها ای با فرض اول یک تفاوت کوچکی داره، و او تفاوتش است که این شخص چه پیرزن باشه چه پیرمرد باشه،
به ازای هر روزی که روزه نمیگیره باید 750 گرم به فقیر طعام بده. طعام عبارت است از نان است، آرد است، گندم، خرما، کشمش، مکارونی و می چیزایی که برای هر روز ده یک نفر. بله، برای ها ده یک نفر مشکلی است، به فقیر بده. 750 گرم به فقیر بده. این مشکل خاصی نداره. و همین نفر، یعنی همین پیرزن و پیرمردی که در ماه مبارک رمضان توان روزه گرفتنه نداشت، اگر میفرمایند که بعد از ماه مبارک رمضان این توان برایشون چی شد؟ حاصل شد. حضرت آقا میفرمایند که واجب نیست، اما مستحب هست که اگر که تانست که بگیره، بله تانست میتونه روزه خودش رو چیکار قضا کنه، ولی چیزی به گردنش واجب نیست. صدی معیار تانستن و نتانستن خود او شخص باید، بله خود او شخص تشخیص میده. جناب حسینی بعض وقتا طرف میتونه روزه بگیره اما خیلی سخت برش، بعض وقتا به هیچ عنوان روزه گرفتن نمیتونه، مثلا روزه میگیره سرچرخی میگیره و میفته و نمیفهم دیدین دیگه میرخم در یک گوشه کلا میفته از خود به خود میشه، ولی گویم روزه میگیرم بسیار با مشکلات گرفتاری ها دیگه. اعمال دی روزا ما و شما در سختی روزه میگیریم دیگه. پیر مرد و پیر زن. خب من میگم که شاید یک رقم جاده یا راه باز نشه بره یک دلیل آوردن که شاید نفر که کمی گشنه میشه که ضعف میکنه میگم نه خب من تواناییش ندارم. نه این حکمی که ما گفتیم اختصاص داره به پیرزن و پیرمرد. بله بله کسای دیگه این حکم نداره، مگر کسای دیگه هم یک وقت اگر که اونا روزه گرفتن نتونستن به خاطر ضعف یا به خاطر بیماری مشکلات اونا بعدا باید قضا بکنن، هیچ گپی نیست. بله اما در این دو فرض که پیرزن و پیرمرد است قضا هم لازم نداره. خواهی میکنیم از بیننده های عزیزمان من سوالات خود من میاره مشکل نداره. اگر کسی را استاد دکتر مانه شوه که میگه برای شما ضرر داره، ببینید خودت نفر میفهمه که آیا واقعا این قضیه برایش ضرر داره یا نداره. خیلی کاملا یک امر مشخصه، طرف مثلا روزه میگیره میفهمه که مثلا بیماریش تشدید شد یا بیماریش برای بله مثلا کلیش دچار مشکل میشه، خب اگه این رقم باشه روزه گرفتن برایش واجب نیست. در برخی از فرضها حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند جناب حسینی که اگر باعث ضرر حرام شوه، یعنی نقص عضو شه ما، مثلا خدای نخواسته گرده ما از کار بیفته، محتاج به شه که مجبور بریم دیالیز کنیم، میفرمایند روزه گرفتن واجب نیست. که هیچ جناب حسینی بیننده عزیز حرامه. یعنی اگر شما روزه بگیری که انهو فعل حرام و گناهی را انجام دادی. منتها این مسئله خیلی باریکه دیگه، این تشخیصش یک مقداری به خود خودی مکلف است. بله دیگه بین و بین الله است. بله 100 درصد دیگه گپی نیست. بیننده محترمان به نمبر مثبت 93784 نمبر آخر 3844 سوال کردن که شخصی به خاطر مسائل خانوادگی و ناراحتی زیاد تصمیم گرفته که دیگه نماز نخونه و روزه هم نگیره. یک روز هم روزه نگرفته متاسفانه، ولی روز دیگهش پشیمان شده. حالا وظیفه شخص چیست؟ اول ما خدمت شما و از بیننده عزیز عرض کنیم که هرچی مشکلات و گرفتاری ها برای انسان بیشتر شوه باید واستعینوا بالصبر والصلاه باید باشه. بله. انسان با واسطه نماز و صبر که صبر در بعضی مشکلاتش کم، بله در بعضی از روایات صبر به روزه تفسیر کردن که مراد از صبر در اینجا چیه؟ روزه. انسان باید روی بیاره به نماز، روی بیاره به روزه، روی بیاره به طاعت خدا و خودش با معبود خودش و خالق خودش متصل کنه، نزدیک کنه. نه اینکه بگه خود چون مشکلات گرفتاری زندگی زیاد شده من خدا رو دیگه قبول ندارم، نمازم روزه رو، این عین بدبختیه به انسان. متاسفانه سبک میسازه انسان در مقابل مشکلات و گرفتاری ها نه تنها قوی نمی کنه جناب حسینی، بلکه در مقابل مشکلات و گرفتاری ها آسیب پذیر میکنه انسان. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا به هر حالی بنده خدا خب بازم خدا را شکر شاکرم که باز پوز شیطان به زمین مالیده و پشت شیطان به زمین زده و پشیمان شده. خب الحمدلله و بالله خدای شکر که پشیمان شده، ولی او رو یک روز که روزه نگرفته جناب حسینی دیگه شرمنده اخلاق این بزرگوار هستیم، باید این کفاره بده. کفارش هم اینقدر است که سه حالت داره کفاره، که از این سه حالت یک حالتش فعلا موضوعیت نداره که گفتن یک بنده آزاد کنه، خب اینا نه بنده نسان. نه غلام نه کنیز نه آزاد کردن گپام نیست. دو فرض دوم دیگه میمونه، یا 60 روز روزه بگیره که 31 روزش باید چی پشت سر هم دیگر باشه، یه هم خیلی سخت است، یا ایست که 60 مسکینه
تعام بته. یعنی به هر کدامش 750 گرم اگر تعام بته، انشاءالله خدای تبارک و تعالی سر تقصیراتش در میگذره و قضا هم باید روزی خودش یه قضایش هم بگیره بله. و کفاره هم باید پرداخت کنه. بسیار عالی. خب پول ارتباطی خدمت بینندگان عزیز اعلام میکنیم، نمبر مثبت 964-780-255-413 نمبر است که قطعا برای شما آشناست و شاید بعضی از شما بزرگواران هم نمبر حفظ کرده باشین، میتونین این نمبر ثبت کنین در موبایلتان. هر زمانی که سوال نظر پیشنهادی داشتین ما شنونده هستیم و سوال شما پخش خواهد شد. استاد به تایم میان برنامه رسیدیم، به اتفاق استاد محترم و شما بینندگان عزیز سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما خوبان خواهیم بود. همراه ما باشید. خداوندا خداوندا یاریم کن که روزه و شب زنده داریم، در این ماه مقبول درگاهت واقع شود. ای معبود جهانیان یاریم کن تا از خواب غفلت بیدار شوم و گناهانم را بر من ببخش. تشنه‌ام تشنه دریای رحمت الهی، با جسمی گناهکار خود را به ساحل این دریا رساندم تا در آبش تطهیر کنم. سهمم از این ماه همین اعمال است. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی، شما روزداران واقعی و حقیقی. انشاءالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده و برنامه احکام در محضر سرور عزیزمان. استاد بیننده محترمان سوال کردن که شخص روزدار اگر موسیقی گوش بده، آیا این موسیقی برای روزش اشکال ایجاد میکنه؟ نه خدمت شما عرض کنم بحث موسیقی خب زیاد سوال شده و سوال میشه، چی در ماه مبارک رمضان، چی در ماهای عادی و حتی در ماهای خدمت را عرض کنم که محرم و سفر، با آنکه قیودات زیادی هستم خب به هر حال گوش میکنن. صرف گوش کردن موسیقی روزه را باطل نمی کنه. این باطل به معنایی که مثلا مثل خوردن و آشامیدن و استمناع کردن و این باطل کنند هایی که 8 یا 9 مورد به اصطلاح روزه را باطل می کنه به این معنا نیست. اما گوش کردن موسیقی همراه با روزه داری خلاصا ثواب روزه را کم می کنه. سنخیت نداره. او مثلا روزه ای که مثلا ممکنه فرض مثال بزنیم مثلا 100 درجه روزه داشته باشه، وقتی که ما موسیقی گوش کنیم، موسیقی از اون موسیقی های آنچنانی که مخصوص مجالس لهوه، مخصوص مجالس شب نشینی و عیش عیاشی و کیافی، خب قطعا دیگه این روزه او رقم روزه ای که باید و شاید نیست. ولی از نظر فقهی روزه باطل نیست که فردا مثلا قضا داشته باشه، کفاره داشته باشه، ظاهرا ادا شده روزه، ادا شده. ولی خب اگر ما بیننده عزیزمون کمی در خود معنی و مفهوم و فلسفه روزه گرفتن اگر بیشتر دقت کنیم، شاید سمت موسیقی اینا شاید آدم کمتر بره یا نره. بله. البته نمبر از این بزرگوار ما اعلام نکنم از ما خفه نشن، مثبت 93-79-81-15 بود نمبرشان. و هموطن عزیزمان از کشور انگلستان به نمبر مثبت 44-75-4 نمبر آخر 57-06 شان سوال کردن که آیا میشه میتوننشان سهم مبارک امام عصر علیه السلام را به فقرا بدهن خودشان هم میشه؟ بله، همون رقم که شما در جریان هستین و بینندگان عزیز ما در جریان هستن، خمس دو قسمت داره. یک قسمتش سهم یعنی نصف بشه، خمس یک پنجمه خودش به دو قسمت تقسیم میشه. اون نصفش که سهم سادات فقیر است، خب بله هیچ گپی نیست، میتونن به سادات فقیر که سهم حضرت امام میشه.
سعادت فقیری که میشه، یعنی به عبارت میشه گفت یک ده میشه دیگه، یک دهمش میشه سهم چیز، یک دهمش میشه سهم سعادت فقیر. بلی امیر رقم است. پس سهم سعادت رو گفتیم هیچ مشکلی نداره، خب میتونن به سعادت فقیری که میشناسن که فقیر هستن خب اونا پرداخت کنن. اما نسبت به سهم امام علیه السلام که نصف دیگه خب سهم امامه، ایره مستقیما بدون اجازه از مرجع تقلید یا وکیل مرجع تقلید خود شخص خرج کرده نمیتونه، نمیتواند خرج کند و به فقیر دهد. البته خب قطعا فقیر باید فقیر به اصطلاح چیز باشه که غیر سادات باشه، چون سادات که در زمینه خودشان چی داره؟ سهم داره. پس بنابراین اگر میخواین به فقیر بدن باید از مرجع تقلید خودشان یا وکیلشان اجازه بگیرن و سهم خرج کنن. بسیار عالی. هموطن عزیزمون که ساکن کشور ترکیه هستن به نمبر مثبت 90 53 4 نمبر آخر 44 63، شون سوال کردن که اگر زن سر ناسازگاری داشته باشه و مرد بخواد ایشان را طلاق بده، آیا مهریه را باید بده یا نه؟ شاید سوال به ایشان بخاطری به وجود اومده که او زن سر ناسازگاری داره و میگه حالا این مهریه تعلق میگیره یا نه. خدمت شما و خدمت از بیننده عزیز باید عرض کنیم که زنی که سر ناسازگاری داره به تعبیر تمکین نمیکنه. بله. یعنی در مسائل زناشویی، در مسائل زناشویی تمکین نمیکنه و گپ شوهر گوش نمیده و حقوق شوهر را ادا نمیکنه. تنها چیزی که خانم حق نداره نفقه است. نفقهش به گردن شوهر واجب نیست. ولی اگر این شخص بخواد این خانم چی بده؟ طلاق بده. و طلاق دهنده هم خودی کی باشه؟ مرد باشه. این طلاق دیگه طلاق رجعیه، یعنی یک مرد مرد شروع کرده به طلاق دادن. بنابراین اگر این طلاق میده باید کل مهریه خانم رو چیکار کنه؟ اگر قبلا پرداخت نکرده فعلا در سرش قرض مانده، میتونه خدمت شما بگه باید به خانم چی کنه؟ پرداخت کنه. ولی یک وقت است نه، خانم تقاضای طلاق میکنه. امیر رقمی که خانم تمکین نمیکنه، در زندگی خودش به اصطلاح دلش خوش نیست از زندگی و شوهر دلش خوش نیست، اگر این خانم خودش تقاضای طلاق کرد، بسیار نارضایتی از طرف کی بود؟ خانم بود. در اینجا میشه طلاق خلع. و طلاق خلع و کیفیتش این رقم است که باید شوهر راضی کنه. شوهر بگه مثلا رقم وجوده راضی کنه، میگه ما همون مهریه را شما نمیخوایم، یا مهریه را هم که نمیخوایم، این یک چیز دیگه هم به شما بالا بود میدون که شما رضایت بیشتر میدون، مقصد شما رضایت شما را جلب کنیم، برای چی بده؟ طلاق بده، که میشه طلاق خلع. و یک زمان دیگه هم است که نارضایتی دو طرفینیه که بهش میگن مبارات، طلاق مبارات، یعنی هم آقا خواهان طلاق است و هم خانم خواهان طلاق است، که فعلا میگن طلاق‌های توافقی، توافق میکنن با هم دیگه، هم مبارات است. در مبارات مرد بیشتر از مهر گرفته نمیتونه، در خلع میتونه از مهر بیشتر بگیره، ولی در طلاق مبارات بیشتر از مهر نمیتونه بگیره. البته کمتر از مهر اگر راضی شد مشکلی نداره. مثلا عجب. اگر مهرش از مهر نیاز نیست پرداخت کنه مرد. نه 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 دیگه، چون اگر احیانا که پرداخت کرده پس هم میتونه چیکار کنه؟ بگیره. مثلا اگر 10 سکه مهریشان بوده و این 10 سکه رو به خانم داده، دوباره خانم باید این 10 سکه رو برگردانه به آقا. ولی دیگه در این فرض آقا خواهان 11 سکه نمیتونه باشه، 12 سکه نمیتونه باشه. البته به کمتر هم میتونه راضی باشه. مثلا 10 سکه داده، میگه حالا شما 5 سکه ما رو بیتی، ما با هم دیگه چی میکنیم؟ اگر پرداخت نکرده باشه مهریه رو در حالت توافقی، پرداخت نکرده باشه دیگه، وقتی که پرداخت نکرده باشه، یعنی دیگه باز خانم دیگه از این مرد از چیزی خواهان نمیتونه باشه، مگر اینکه با هم اینا توافق میکنن، توافق کنن دیگه، میگن مو 10 سکه ای که قرار بود شما به ما بدی دیگه، ما 10 سکه را شما نمیخوایم، طلاق مبارات و دو طرفینی انجام میشه. بسیار عالی. بیننده محترمان به نمبر مثبت 98 936 5984 مهربانی کردن و به واتساپ برنامه استاد به تماس شدن و اظهار تشکری کردن و پیشنهادهایی هم داشتن. ما هم تشکری میکنیم از شما بزرگواران که به حال برنامه را از خود میدانید و پیشنهاداتون را با ما شیر میکنید. مثبت 93 75 4 نمبر آخر 71 48، ایشان سوال کردن که خانومی در این ماه مبارک بچه شیر میته، آیا گرفتن روزه برای شخص واجب است یا نه؟ در این زمینه هم حضرت آیت الله العظمى سیستانی جناب حسینی بزرگوار و بینندگان عزیز خب فتوایشان است که اگر خانم شیر میته به اصطلاح بچه را، میگن که زن شیر دی هم بهش میگن به تعبیری، و گرفتن روزه برای خود زن یا برای از این
کودکی که به اصطلاح شیر میته ضرر داشته باشه، مثلا کم شیر میشه، خب قطعا کم شیری ممکنه برای بچه ضرر داشته باشه، برای رشدش، برای تغذیش ضرر داشته باشه. میفرمایند که روزه گرفتن برای خانم واجب نیست. نیست. ولی چون روزه خدای تبارک و تعالی بهش اجازه داده که روزه نگیره، به ازای هر روزی که روزه نمیگیره 750 گرم باید به فقیر تعام بده. تعام هم که همون نان است و گندم است و خرما و کشمش و ماکارونی و چیزای دیگه. البته یک قید داره جناب سید صاحب، و او قید ایست که خانمی که به کیفیت، البته خانم هم فرق نمیکنه، مادر باشه یا فرق نمیکنه، چی مادر باشه چی دایه باشه. دایه یعنی کسی که پول میگیره و چی میده شیر میده، یا خانمی باشه که رایگان شیر میده، فرقی نمیکنه. که اگر هر کدام از این سه تا شیر دادن برای خودش ضرر داشته باشه یا برای کودک ضرر داشته باشه، روزه گرفتن برایش واجب نیست، روزه نمیگیره و به ازای هر روز 750 گرم به فقیر میده. او نکته قابل تذکر است که در این فرضها روزه گرفتن بر خانم واجب نیست، در صورتی که جایگزین نداشته باشه. جایگزین شیر خمه، مثلا اگر که چند خانم یک کودک شیر بده، مثلا یک روز یک خانم شیر بده، فردا یک خانم دیگه شیر بده، پس فردا یک خانم دیگه شیر بده، سه چهار دانه خانم دی کودک شیر بدن که سر هیچ کدام فشار نیاد، باید روزه بگیرن. این تو نمیشه که به اصطلاح بگید که خب الان ما زن شیرده حساب میشیم، سه نفر از روزه معاف. بله، سه نفر از روزه معاف. نه، هر سه نفر باید چی بگیرن؟ روزه بگیرن. چرا؟ چون فشار مضاعف روی از اونها دیگه نیست. نکته دوم، جایگزین دیگه نداشته باشه. جایگزین دیگه فعلا الحمدلله و منه شیر خشک است. بله. پس اگر بتوان با شیر خشک و شیر خودش کودک را شیر داد و خلاصا شکمش سیر کرد، بازم روزه گرفتن واجبه با خانم. این نیست که خانم بگه دیگه خب اینجا روزه گرفتن بر ما واجب نیست. غیر از شیر خشک، شیرهای دیگه هم مال فعلا در بازار موجود است دیگه. همین شیرهایی که پاستوریزه است و دیگه است و اینا را میتونن به کودکشان بتن و روزه را بگیرن. ولی اگر دیگه راه نبود، پیسه نداشت که شیر خشک بخره، پیسه نداشت که شیر تازه بخره، کسی از زنای دیگه هم همکاری نکرد. قدیم الادی هم خیلی بوده این رقم گپا، که مادر رضایی، خواهر رضایی، برادر رضایی، بچه رضایی، ولی فعلا این گپا متروک شده در جامعه اسلامی، یعنی خوشبختانه متاسفانه متروک شده. پس اگر هیچ کدام از اینا نبود و این مجبور بود که کودکش شیر بده و برای خودش یا برای کودک ضرر داشت، خب الحمدلله و المنه، خدا میفرماید در اینجا که روزه گرفتن برایش واجب نیست. البته این مسئله که فرمودین خب قبلا بوده، بس رضایی و باز مطالب دیگه هم پیش می اومده دیگه. یک از هندوالا میگفت که خدا بیامرزه کاکایم، خدا بیامرزه، هم چند زن داشته هم همین رقم بوده و از او رضایی بوده. اون گفت گد ود کده یک قبیله رو کس کسی نمیشناسه. خب باید دقت کنن. بله. خب تشکر استاد محترم. خواهش میکنم. باز هم رسیدیم به زمان میان برنامه و به اتفاق بینندگان عزیز میبینیم میان برنامه را و توقفی داشته باشیم و انشالله که در قسمت نهایی و قسمت سوم برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد محمد المهدي الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله صلوات الله صلوات الله عليه أجمعين. إلهي ما را آن ده که آن به. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترم. استاد محترم، به بیننده عزیزمون به نمبر مثبت 9376 4 نمبر آخر 7735 شما سوال کردن که آیا رنگ کردن موی و بلند ماندن ناخن برای روزه مشکل ایجاد میکنه؟ خدمت شما عرض کنم که سوال خیلی سوال عجیبی است. تصور میکنم که شاید سوال خب متوجه نشدن. به هر حال کار نداره، ما
رنگ کردن موی حتما برای خانم هاست دیگه، چون ناخن بلند گذاشتن برای خانم هاست خیلی کم برای آقای مگر آقایون خود یک کلک خودشان بلند میمونه. نه هیچ کدام از اینا برای روزه مشکل نداره. البته برای خانم ها خب قطعا خوابوت رقم که موی عادی پوشاندنش از نامحرم چیه؟ واجبه. موی رنگ کرده و زینت کرده او هم که قطعا پوشاندنش چیه؟ واجبه. منتها فقط در ناخون حضرت آیت الله العظمه سیستانی فرمودن که زن اگر ناخونش بلند بانه پوشاندنش واجب نیست. مگر خود ناخون چی داشته باشه؟ زینت داشته باشه. دیدید چند سباهی رنگ میکنن، بله، لاک میزنن، رنگای رقم رقم لاکای رنگ رنگ میزنن، بله او رقم اگر باشه دیگه باز پوشاندنش از نامحرم چی میشه؟ واجب و لازم میشه. این موی مصنوعی چطور میشه؟ حضرت آیت الله العظمه سیستانی میفرمایند چون موی مصنوعی رو ولو خانم موی نداشته باشه، کل باشه، بل. یا مویش خیلی کم پشت کم باشه، باشه، خیلی کمک باشه، اما کلاگیس میمونه که موی مصنوعی بهش میگن کلاگیس. حضرت آیت الله العظمه سیستانی میفرمایند که چون زینت حساب میشه واجب و لازمه که او رو از نامحرم بپوشانه. بله، در بعضی از کشور اسلامی که فیلم های جور میشه تعجب میکنن این بازیگرها خو اینو مسلمان هستن ولی موی دارن، ما میگن موی خودشان نیست خیره. نه، حضرت آیت الله لازم استاری میفرما چون زینت حساب میشه درست. باید چی بشه؟ پوش قرآن هم گفته که شما زینت های خودتون رو بپوشید الا ما ظهر منها، مگر زینت هایی که ظاهر باشه که بازور تعبیر آوردن به سرمه و مثلا انگشتر و او کسی که میبینه او از کجا تشخیص بده که موی مصنوعی است؟ اتفاقا موی ها بسیار خیلی هم تو گفته شما مقبول است. بسیار مثبت 9378 شان امر آخر 3590 ایشان سوال کردن که آیا انسان میتونه سال خمسی خودش را پس و پیش کنه؟ بله، خدمتتون عرض کنم که ما با یک مثال مسئله را روشن بسازیم. مثلا یک شخصی بینندگان عزیز سر سالش اول حمل است، بله، و این میخواد سال خمسی خودش را جلو بباره، مثلا بباره در اول سرطان. خب به معنی که از سر سال اول حمل تا این اول حمل که رسید این خمس خودش چی میکنه؟ پاک میکنه. خب میگه حالا ما کی میخوایم اول سال خمسی ما کی باشه؟ اول چی باشه؟ سرطان باشه. خب حمل پاک کرد، حمل سر جوزا سرطان. خب از حمل به بعد دیگه یک ماه دو ماه سه ماه دیگر هم بعدش چی میکنه؟ پاک میکنه مال خودشه. مال خودشه در این سه ماه پاک میکنه، اینیاله میتونه از اول چی حساب کنه؟ از اول سرطان سر سال خودشه حساب کنه. بله، پس هم میتونه ببره اون رقمی، پس هم میشود برد. مثلا طرف اول سالش در اول حمله، این میخواد مثلا در جدی باشه، در اول چی باشه؟ جدی باشه، اول زمستان. خب قبلا اگر میخواد سر سال خودش حساب کنه باید از اول حمل حساب میکرد 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 تا اول چی را؟ تا اول حمل دیگره. اینیالی کسی که میخواد سر سال خمسی خودش پس بندازه، عقبتر بندازه، از اول حمل او سال حساب میکنه تا جدی، و معزی که در جدی رسید کلی مالای خودش پاک میکنه، از این به بعد سر سالش چی میشه؟ اول جد. حالا شاید این سوال به ذهن بینندگان هم خطور کنه، شاید کسی باید استاد سوء استفاده کنه، شاید یک پیسه در پیشش هست سر سال خمسیش هم آمده ولی خب دنبال زمان است که بتونه پیسه را، حالا شاید میخواید در کسی بده خرج کنه، میگه خب من حالا تا اینجا بوده سال خمسی میخوام یک ماه دیگه باشه. نه خب گفتیم دیگه، ما گفتیم دیگه در فرضی که میخواید به اصطلاح جلو بندازه او را باید حساب کنه، گفتیم اول حمله، از او اول حمل تا ای اول حمل هر چی که رسید باید کلی گیشه چی کنه؟ پاک کنه. میخواید اول سرطان باشه، خب سه ماه دیگه تا اول سرطانه، این سه ماه این که در اول سرطان رسید این سه ماه هم کلن باید خمسه چی کنه؟ پاک پاکیزه کنه، حساب کنه این سه ماه را. حالا بعد از این سه ماه میتونه از اول حمل تبدیل کنه به اول چی؟ سرطان. بله، رقم نیست جناب، راهی برای فرار نیست. البته که خوشبال او کسی که به احکام بدید یک فریضه و یک نعمت نگاه میکنه و قطعا او آثار و برکاتش هم میمونه به زندگیش. جناب حسینی بزرگوار، ما در روایت هم داریم مگه سائلی که میایه از شما سوال میکنه او سائل فرستنده خدا بدانید، او فرستنده آمده که به شما چی کنه؟ نیکی کنه. بنابراین عجب. فرستنده خدای تبارک و تعالی را نباید انسان دست خالی کنه. ظاهر شما با او شخص نیکی میکنید ولی در اصل او به شما نیکی میکنه. بله، بسیار عالی. مثبت 98902 4 نمبر آخر 6826 ای بیننده عزیزمان
مهربانی کردن و ضمن تماس با واتساپ برنامه و تشکری التماس دعا داشتن. ما هم برای شما انشالله که دعا خواهیم کرد و شما هم متقابلا از شما التماس دعا داریم. مثبت 93-77 4 نمبر آخر 70-41 شان سوال کردن که اگر شخصی در سحر ماه رمضان فرصت برای غسل کردن نداشته باشد وظیفش چیست؟ ایرم مجبور هستیم به عنوان یک قاعده کلی بگوییم، چون بعض جاها امکان هست که سخت میشه برای انسان غسل کردن، مثلا برای جوانایی که در یک جایی مثلا بود و باش دارن، شبیه بالاخره مهمان هستن، خب سخت است که در بر یک درست جوانی مثلا نصف شب سر صدا رو بلند کنه که ما مثلا میخوایم چی کنیم، غسل شرم میشه، جای خجالت کشیدن نیست، ولی خب فرهنگ ها جامعه های مقداری ای چیزها را بر نمیتونند. اگر که شخصی در ماه مبارک رمضان جنوب شد و زمینه برای غسل کردن اینا فراهم نبود، به هر علتی آب نبود، آب ضرر داشت، در گپی چاره ای نیست غیر از این که صبر کنه، صبر کنه، صبر کنه تا وقت تنگ شد، مثلا 4-5 دقیقه مانده در طلوع فجر یا اذان صبح تیمم میکنه و با تیمم بدل از غسل وارد صبح و اذان صبح میشه و اون روز روزش صحیحه، که اگر این کار را نکنه روزش چی میشه؟ باطل میشه. و اگر بقای بر جنابت خدمتتون عرض کنم عمدن باشه، علاوه بر قضا کفاره هم چی داره؟ لازم داره، یعنی باید قضا هم بکنه، کفاره دیگر هم چی بده؟ انجام بده. پس یاد بگیرن بزرگوارا، جوانا، هر کسی که ممکنه در این قضیه چی باشه؟ مبتلا باشه، که اگر نتونست غسل کنه باید به اصطلاح تال بته، بمانه بمانه وقت که تنگ شه، وقت در تنگی وقت با تیمم بسازه و وارد از آن شه و روزش درسته است. اگر استاد حالت برای شخص بعد از اذان اتفاق بیفته، خواب باشه، از خواب میخیزه، خب زمانم گذشته، بله، و همین مشکل برش پیدا میشه که شرایط روز مهیا نمیشه، اون روز چه رقم بار روزه بگیره؟ هیچ کسی که مثلا در یعنی بعد از اذان محتلم میشه، بله، بعد از اذان یک اتفاق برش میفته و هیچ مشکل نداره، او یعنی تا دم غروب هم مگر اذان غسل نکنه هیچ مشکلی نداره، اون تو باز برای فردایی که باز دوباره میخوای روز دیگر رو شروع کنه باید خودش پاک بزازه، اگر شرایط مهیاه، اگر هم شرایط مهیا نیست تیمم بگیره، با تیمم وارد اذان صبح فردا شوه. بسیار عالی. مثبت 93-77-59-99 سوال کردن که آیا سیگرت زدن، سیگرت کشیدن روزه را باطل میکنه؟ خب شما در جریان هستین که یکی از باطل کنندگان روزه میگن رساندن غبار غلیظ به حلقه، مثلا غبار بالا میشه، گرد و خاک بالا میشه و این گرد و خاک شما وارد حلق خود میکنی، میگن روزه را چی میکنه؟ باطل میکنه. حضرت آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی میفرمایند بنابر احتیاط واجب دود سیگار و چلم و چیزهای دیگر هم وارد حلق خودشان نسازه، که باعث این میشه که بطلان احتیاط واجب بشنن، احتیاط واجب است. بله. مثبت 93-79-41-51 ایشان سوال کردن که آیا کشیدن یا پر کردن دندان در ماه مبارک رمضان روزه رو باطل نمیکنه؟ خدمت عزیز بیننده عزیز و جناب حسین صاحب و سایر بینندگان عزیز باید عرض کنیم که پر کردن دندان که قبلش یک پیچکاری میکنن دیگه، بله پیچکاری میکنن، کشیدن دندان که باز قبلش یک چی میکنن؟ پیچکاری میکنن. تا زمانی که آنچه در محتویاتی که در داخل دهان انسان قرار میگیره، دیدین شما که وقتی که دندان انسان میکشه یک آبی هست اینجا میمانه، بله، جمع میشه و آب میکشه، بله. تا زمانی که امو آبها فرو نره، از حلق انسان پایین نره، خود دندان کشیدن، خود دندان پر کردن، خود پیچکاری کردن، خود حتی خون گرفتن، خود پیچکاری در رگ، خود سرم وصل کردن، هیچ کدام از اینا باعث بطلان روزه نمیشه. حتی او سرم هایی که جناب حسینی سرم های مقضی و مقویه، اونا هم باعث بطلان روزه نمیشه. چرا؟ ممکنه شما بگید چرا؟ میگه به خاطر از اینکه اکل و شرب روزه را باطل میکنه، خوردن و آشامیدن، و هیچ کدام از اینا خوردن و آشامیدن حساب نمیشه، اگرچه کار خوردن و آشامیدن انجام میده. ولی خوردن و آشامیدن نیست. بسیار عالی. مثبت 93-77-4-65-16 ایشان سوال کردن که حکم شکار پرندگان در ماه مبارک رمضان چیزای گناه داره؟ یعنی شاید تصور از این بیننده عزیز ای که شکار پرنده ممکنه مثلا ذهنش در حج باشه،
چون ده حج انسان شکار نمیتونه، حتی یک شپیش را نمیتونه انسان بکشه، یک کیک را نمیتونه بکشه، مثلا پشه را نمیتونه بکشه، یا شکاری نمیتونه انجام بده. ولی در ماه مبارک رمضان گپا نیست. اگر انسان برای سد جو و برای زندگی پرنده ای را شکار کنه در ماه مبارک رمضان یا چیزهای دیگر هم شکار کنه، هیچ مشکلی خاصی در این زمینه نیست، نداره. شاید سوال نهایی ما باشه، البته سوالات دیگر هم هست، ولی خب الان اشاره کردن که زمان رو به پایان است، پس به عنوان سوال آخر ما از محضرتان پرسان میکنیم که عزیز دلمان از کشور پاکستان به نمبر مثبت 92 34 4 نمبر آخر 73 80 سوال کردن که روزه گرفتن بدون نیت کردن حکمش چیست؟ من تصور نمیتونم که مثلا روزه گرفتن بدون نیت چه رقمه. مثلا من اگه سحری میخیزم که سحری بخورم، خو اینمی خیستنید سحری و بیدار شدن، اینمی خودش چیه؟ نیته. چون قبل از اینکه ما آزار که نداشتیم که نصف شب بیدار شویم، مثلا یک ساعت مانده ده اذان بیدار شویم و تلق و طرق را بندازیم، چای و چیلم از این گپا باشه. خب به خاطر همیه که ما فردا میخوایم چی بگیریم؟ روزه بگیریم. روزه گرفتن بدون نیت. شاید منظورشون اینه که نیت گرفتن، شاید دزش نشانیه که حتما باید یک جمله ای را بیان درود بر شما. اینمی که شما در سحری بالا میشی، اینمی که سحری میخوری و منتظر میمانی، ساعت تا نگاه میکنی میگی که نشده اذان، اینمی خودش نیت دیگه، نیت چیزی بالاتر از اینه. بله، منظور این لازم نیست که بگه خب بسم الله الرحمن الرحیم فردا روزه میگیرم، روزه از سوم ماه مبارک رمضان بر من واجب، قربت لله الله اکبر، این چیزا لازم نیست. اینمی که بیدار میشه انسان، اینمی که قرار میکنه، خود از اینا نیت است. اگرچه فقها فرمودن که مثلا خب شخص در اول ماه مبارک رمضان یک نیت کلی بکنه، بگه که من کلی ان شاء الله اگر زنده بودم کلی ماه مبارک رمضان چی میگیرم؟ روزه میگیرم. یا هر شب هم میتونه نیت خودش چی کنه؟ تجدید کنه. ولی با گفتن گپا لازم نیست، خود از این کارا نیت حساب میشه. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم. ما یک نیم دقیقه قرض میگیریم از اتاق فرمان که همین شماره برادر عزیزمان امین امینیار از ولایت بامیان به نبر مثبت 93-77-86-11 که تماس گرفتن و برنامه تشکری کردن، پیشنهادی برای شبکه داشتن. ما هم از شما تشکر میکنیم که با ما مطالبتان در میان میمانید و همچنین از شما استاد محترم تشریف آوردید، تشکر میکنیم و انشالله که تا دیدار بعدی همه شما خوبان را به خداوند متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان.